الركن الأول من أركان الإسلام تقول أشهد. أشهد ما معنى أشهد؟ أشهد أي أقر بقلبي، ناطقا بلساني، عاملا بجوارحي. ركن اول اسلام شهادتین هست که درش میگی اشهد، یعنی گواهی میدم. این چه معنایی داره؟ بدین معناست که به زبان خودم اقرار میکنم، به قلب خودم اعتقاد دارم و در عمل با اعضا و جوارح خودم این رو عملی میکنم. الا اله ای لا احد یستحق ان یعبد الا الله. الا اله این که هیچ معبود بر حق نیست، یعنی این که هیچ کس و هیچ چیزی جز الله سزاوار عبادت و پرستش و دعا نیست. تقول ان كل ما عبد من دون الله عباده باطله والذي يستحق ان يعبد هو الله سبحانه وتعالى. در حقیقت میگی که هر چیزی و هر کسی که غیر از الله عبادت شده یا میشه این عبادتی است باطل هست، باطل هست و عبادت برای الله یگانه هست. نعم. لا إله إلا الله بناء، هذا البناء يقوم على عمودين، على ركنين، لو أسقطنا عمود انهار البناء. لا إله إلا الله مثل یک ساختمانی هست که بر دو ستون بنا شده که هر یک از این دو ستون فرو بپاشه در حقیقت این ساختمان فرو پاشیده. الركن الأول تنفي جميع ما يعبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله عبادته باطلة، لا يمكن أن يعبد أحد إلا الله سبحانه وتعالى. رکن اول و ستون اول نفی عبادت از غیر الله است که اگر کسی و چیزی غیر از الله عبادت بشه این نفی توحید خواهد بود. الثانی تثبت العباده لله وحده لا شريك له. رکن دوم کلمه توحید اثبات عبادت برای الله متعال هست. نعم. و نشهد ان محمدا عليه الصلاه والسلام عبد لا يعبد، اي بشر عليه الصلاه والسلام. در همین رابطه شهادت و گواهی میدهیم که محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده الله هست و بنده الله، نه اینکه عبادت بشه. و رسول عليه الصلاه والسلام لا يكذب. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تکذیب نمیشه بلکه تصدیقش میکنیم. نعم. فهو تمیز عنا علیه الصلاه والسلام بانه یوحى الیه علیه الصلاه والسلام. وجه تمایز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با ما در این هست که بر اون بزرگوار وحی شد. فلا بد ان نطيع النبي صلی الله علیه و سلم في كل ما امر به. بنابراین باید از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در همه آنچه که بدان دستور داده اطاعتش کنیم. و نصدق النبی صلی الله علیه و سلم فی کل ما اخبر به. و همه اخبار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و آنچه که ما رو بهش خبر داده همه رو تصدیقش کنیم. و اجتناب ما عنه نهى و زجر، یعنی کل ما نهى عنه النبی صلی الله علیه و سلم نجعله فی جانب و نحن فی جانب آخر، نبتعد عنه غایه البعد. و از همه آنچه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نهی کرده دوری بکنیم و همه نواهی او رو در یک طرف بیاندازیم و خود ما در طرف دیگر و به طور جدی و زیادی از آنچه که نهی فرموده پرهیز و دوری کنیم. و الا یعبد الله سبحانه و تعالی الا بما جاء عن النبی صلی الله علیه و سلم، یعنی نتبع ولا نبتدع في دين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. و الله رو مطابق رهنمود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عبادت میکنیم، نه اینکه از پیش خودمون بدعت بسازیم و با بدعت، بلکه با اتباع و نه با بدعت و نوآوری مطابق روش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم الله رو عبادت میکنیم. نعم. هذا هو الركن الاول من اركان الاسلام والله اعلم. این رکن اول اسلام هست که بیان کردیم. الله اعلم.